خیلی خوشحال بودم من اون روز، واقعا احساس به ثمر رسیدن نتیجه تلاش ها، احساس خوشحالی اینکه بالاخره اون زحمت هایی که کشیدید به نتیجه نشست. دو تا خانم که حالا برای اولین بار در صنعت هوانوردی ایران هدایت هواپیما رو بر عهده گرفتن. تقریبا ما همزمان توی یه مدرسه خلبانی پروازمون رو شروع کردیم. جزو بهترین روزهای زندگی آدم هم اون روز اولین پروازی که انجام میده و اینکه این پرسر تیه کردیم تا اینجا دیگه دوباره با هم دیگه همکار توی هواپیما. نشاط جهانداری و فروز فیروزی اولین گروه بانوان خلبان کشور هستند که بعد از گذراندن دوره‌های طولانی و سخت امروز با هم هواپیمای مسافربری رو به پرواز در میارن. همه ما آدما به نظرم تو این دنیا اومدیم که سعی بکنیم یه کار مثبت برای هم دیگه انجام بدیم. مصاحبه‌ای که برای خود من هم بسیار جذاب. خیلی محبت داریم برای پرواز آماده این. بله حتماً. نشون میدم کاور هست، مدارک پروازی هست، چراغ قوه هست، همش چیزای مربوط به پرواز. حتماً باید باشه. میگفتن که نه کار برای خانم ها نیست، شما وقتتون رو دارین تلف میکنی، خلبانی میخونید. به زمانی که کاپتان جهانداری پروازشون رو شروع کرده بودن، گهگودار حالا به شوخی یا جدی ما میشنیدیم که میگفتن که خب با هم که پروازتون نمیذارن، که امکان نداره دوتا خانم با هم پرواز بذارن. البته در کنار این سختی ها شیرینی های فراموش نشدنی هم وجود داره. یکی از قشنگترین خاطراتم اینه که یه دختر بچه خیلی کوچولو با پدرش اومد تو کاکپیت و گفتش که بابا خلبان خانومه، پس منم میتونم. این برای من قشنگترین اتفاق، این که یه دختر بچه نه خلبان شدن، هر چیزی که تو ذهنشه بدون اگه واقعا به خاطر براش تلاش بکنه میتونه انجام میده. هدایت هواپیما رو داریم، نشون دهنده های موتور رو داریم و همچنین تنظیم موتور رو. همه اینا رو چک میکنیم موقع قبل از پرواز؟ بله همه رو چک میکنیم. خلبان هدایتگر اصلی هواپیماست، اما کمک خلبان هم به جز همه فعالیت‌های معمولش نقش مهمی داره. تحت شرط خاصی به قول کاپتان اگر خلبان اول نباشه، هر دوم نباشه، بتونه که اون پرواز ایمن به زمین بنشونه. از تجربه های پروازشون تو روزهای اول پرسیدم، از عکس العمل مردم وقتی متوجه شدن دوتا خانوم هواپیما رو هدایت میکنه. برای ما واقعا باعث افتخاره که امروز انقدر مردم ما مردم مثبتی هستن. بعد از یک ساعت پرواز و فرودی آروم، خانم ها آقایان به فرودگاه شهید هاشمی نژاد شهر مشهد مقدس خوش آمدید. عکس العمل مردم هم جالب. خدایش خوب بود. واقعا موفق باشه، انشالله خدا کمکش کنه. خانم خود نگران بود، من حسیم دست ندارم. حالا با خلبان خانم پرواز نکرده بودم، خیلی خیلی عالی بود. موضوع اعتماد و باور به توانایی، مهم نیست مرد باشی یا زن. امیدواریم که تعداد بیشتری از خانم ها بیان و جذب این شغل بشن و زمینه این حضور هم فراهم. از نظر سازمان هواپیما کشش مشکلی نداره، شرکت هواپیمایی به کار میگیرن، منتها باورش مهمه. این پرواز و حضور دخترای جوان ایرانی تو تیم پروازی هم نشون از خود باوری داره، هم تلاش برای رسیدن به هدف و همین که دخترها و زنها و مادرای این سرزمین علاوه بر انجام وظایفشون در قبال خانواده و فرزنداشون، دوش و دوش مردان میتونن در کارهای بزرگ هم با موفقیت ایفای نقش کنن. خیلی خوش اومدید. متشکرم. خسته نباشید.